با درود، در این بخش آموزشی میخوام براتون تمرینات تکنیک آپویاندو رو بهتون بگم که حتما تمرین کنید. اولین تمرین همطور که در تصویر میبینید با اعداد نشون داده شده. اعداد 1, 2, 3, 4 منظور همون نام انگشتای دست چپتون هست که ببینید 1, 2, 3, 4 روی سیما قرار میدید، رو فرد، و شروع میکنید به تمرین آپویاندو. ببینید 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 به دستای من دقت بکنید، به دست راست من. ببینید شست من بالا روی سیم 6 قرار گرفته و انگشت آی و انگشت ام، این دوتا انگشت به ترتیب آی ام آی ام به این صورت. در تکنیک آپویاندو ببین، انرژی یا نیروی که وارد میکنید به سیم مربوط به ناخونتون از این دوتا قسمت دوتا بالا وارد سیم میشه. ببینید سرعت هم میتونید کم و زیاد بکنید. فرقی نمی کنه که اگر بپرسید کدوم فرت باشه، چه پوزیشنی باشه، چه سیمی باشه، هیچ فرقی نمی کنه. هر جا که دستتون رفت روی گیتارتون همونجا شروع بکنید به تمرین. تمرین دوم ببینید 2, 3, 4, 1 تمرین بعدی 3, 4, 1, 2 تمرین بعدی 4, 1, 2, 3 میتونید سرعت رو کم و زیاد بکنید. فقط نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که فاصله، ببینید دست چپ من رو ببینید، فاصله ندید به دستتون از تا سیم ها، این فاصله مشکل آفرین میشه. ببینید دستتون رو نزدیک سیم ها، انگشتاتون رو دست سیم ها قرار، نزدیک سیم ها قرار بدید. ببینید بعضیا اشتباه عادت میکنن، ببینید به این صورت این دست ببینید باز نمیشه، انگشتا نزدیک سیماتون قرار میگیره. و این نکته رو هم که در نظر داشته باشید. تمرین بعدی میرسیم به تمرین 3 انگشتی. ببین انگشت 1, 2, 4
و تمرین بعدی 1 3 4. اگر این که پرسشی داشته باشید که این تمرین ها رو میتونیم با گیتار آکوستیکمون یا گیتار برقی یا گیتار الکتریکمون بزنیم، جوابش مثبت هست، بله. یعنی حتما باید این کار رو انجام بدید، منتها برای چون سیمای فلزی دارن، برای اینکه ناخوناتون آسیب نبینه از مزراب یا پیک استفاده میکنید که به صورت پایین یا داون، بالا، آپ، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، در بخشی که ما تمرین گیتار برقی رو شروع میکنیم، اینا رو کامل بهتون میگم، انواع پیک گرفتن درست، مزراب رو دست دار و فقط اینو در نظر، دو تا نکته رو در نظر داشته باشید. ببینید وقتی من پایین بالا که میکنم، ببینید پایین بالا، داون آپ، داون آپ، ببینید فقط مچ من حرکت میکنم، این حرکت، ببینید اشتباس، حرکت اضافه ای نداشته باشید، فقط مچ. نکته دوم تصدیق گرفتن پیک، این رو بعدا کامل خواهم گفت، ولی فقط در همین حد بدونید که ببینید، این رو به کسایی که سن پایین هم دارن گفته میشه که راحت‌تر متوجه بشن. ببینید دستتون رو به این حالت، ببینید از جلو از بغل، ببینید انگار میخواین گوشتون رو بگیرید، ببینید. حالا ببینید همین رو به جای گوشتون، این پیک رو، مزراب رو میذارید که این نوک تیز از این قسمت انگشتاتون، بین انگشتاتون زده شکلی که اون نوک تیز به سین برخورد میکنه. حتما این تمرینات رو انجام بدین. در بخش بعدی میخوام تمرینات تیراندو رو بگم که اونها خیلی خیلی مهم هستش، و تا بخش آموزش بعدی میخوام بهتون بدرود بگم.